شما تو خیابون یه آدم عادی مینی داره میاد، معمولی مثل همه، یه نفر هم اینی دیوونه هست داره میاد، از کدوم میترسی؟ چون قابل پیشبینی بگید نیست. یکی از بزرگترین خطراتی که کشور ما رو تهدید میکنه اینه که ما داریم پیشبینی پذیر میشیم. بایدوشون دقت کنید، امام با اینا شطرنج برره بازی میکرد. شطرنج برره یادتون چه شد؟ نگه دمایی مردم بوده یه های میزاد نساده. اینا ببین، مارکسیستا حمله کردن به لانه، به سفارت آمریکا، امام محکوم کرد، بی خود کردید فلان. قبل حمله این اصلا نشد، بعدش این دانشجو حمله کردن، گفتن اینجا دیگه، چون یه خورده قصه حمله به سفارت چیز دیگه بوداره، چون موسوی خوینی ها بود و موسوی خوینی خودش میگه من چون میدونستم امام مخالفت میکنه به امام نگفتم. این دیگه اعتراف علنی موسوی خوینی، حالا حی حاضر گنده سر و مرو گنده زنده است، زنده بود. امام یه چه جوری برا برگرده یوش ها انقلاب دوم واسه اصلا خوب کاری کردید، اومدن موندن چی میگن؟ چون دستگاه محاسباتی اونها مبتنی بر دنیاست، بر ما اس بیس بر آخرت و دنیاست، اس آخرته و دنیاست، ما برای اینا سیستم محاسباتیمون شبیه هم نیست. میگه اینا بریم بکشیمشون بترسن. اینا شهادت طلبن. برای همین اون راد بایر بود فرستادنش ایران که فقط برو آورد، اومد رفت خونه حسین فهمیده با خانوادش، بعد اونجا برمیگره به انگلیسی میگه یه این ما رو بدبخت کرد، این یاد داد به بقیه این بچه. میگه تو اسرائیل اینا بیچاره شدن، راه افتاد از ایران، بعد کشید توی حزب الله لبنان، بعد فلسطینی‌ها یاد گرفتن. اسرائیل هنوز که هنوز این شهادت طلبی نمیتونن کارش بکنن. یارو با ماشین میدونه هم میکشته میشه شهید میشه، با ماشین میزنه وسط 20 تاشون رو زیر میده. میگه من چه جوری اینو میتونم بترسونم؟ اینا جونش نمیترسه. دستگاه محاسباتی فهم اونا الان دارن نسل بعدی ما رو با رسانه هاشون چیکار میکنن؟ میبرن تو حالتی که محاسبه پذیر بشه.